سلام. افغانستان کشوری است که 50% نفوذ آن را زنان تشکیل می‌دهد و در رهبری کانون‌های خانواده سهم مهم اقتصادی را ایفا می‌کنند. نقش زنان افغان به صورت مرئی و نامرئی در توسعه اقتصاد کشور خیلی با اهمیت بوده است. با توجه به جو سیاسی در حال حاضر، زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با هر زمان در گذشته اشتغال به کار دارند. اما این کافی نیست. در 2008 تاریخ 15 اکتبر به عنوان روز جهانی زنان روستا اعلان شده، برای احترام به نقش تعیین کننده زنان روستا در توسعه شهری و روستایی. و هفته‌ای که گذشت روز زنان روستا بود که برگزار گردید. در برنامه زیربنا هستید. من ویدا ساغری هستم و مهمانم نظیره رحمان، رئیس اقتصاد خانواده در وزارت زراعت کشور هستند. بانو رحمان، به برنامه خوش آمدید. خوش باشین، تشکر از دعوتتان. بانو رحمان، چه تعداد زنان فعلا مصروف اشتغال دائمی و چه تعداد اشتغال موقت دارند؟ در مجموع از فیصدی که شما نام بردین که 50% از زنان در نفوس جامعه شامل هستند، از این 50% 67% از این به شکل مستقیم و غیر مستقیم در زراعت و مالداری نقش دارند. اگر ما نیروی کار را بگوییم، در حدود 34% بنا به بعضی تحلیل هایی که صورت گرفته، 34% از نیروی کار افغانستان زنان تشکیل میده. بسیار خوب. چند فیصد از زنان به زراعت مشغولند؟ در حدود بالاتر از 60% زنان به زراعت و مالداری مشغول هستند. این آمار چگونه تهیه کرده این؟ این آمار اکثرا از طریق مؤسسات بین المللی، ناروی و بعضی سرویه هایی که از طریق سای مرکزی نا صورت گرفته یا آمار برسته. چقدر کار زنان در مزرعه مفید واقع شده تا حال؟ مفیدیتش چقدر است؟ مفیدیت کار زنان در مزرعه؟ میشه که یکم روی کار زنان در مجموع صحبت کنیم که پیشتر شما ذکر کردین در صحبت هایتان که فعالیت های مری و نامری، بعضی فعالیت هایی که خانما دارن و او به او ارزش قائل نیستن یا به او بها دادن نمیشه، از جمله کارهای خانه است که در خانواده انجام میدن از طریق فعالیت های روزمره، به طور مثال آسایش و آرامش خانواده از او طریق مهیا میشه، از قبیل پاککاری، تربیه اطفال، باروری و بعضی فعالیت های دیگه. این فعالیت هایی است که مرئی نیست، یعنی قابل از این نیست که برش ارزش قائل شود جامعه، در حالی که بعضی از مدافعین حقوق زن فعلا روی ازی کار میکنن که ایره بتانن از طریق سازمان جهانی کار و ملل متحد ایره امی فعالیت های زیر خانما را شامل عاید ناخالص سرانه داخلی کشور را بسازن که تا فعلا موفق نشدن به این عرصه، فعلا کوشش دارن این کار انجام بدن. در قسمت زراعت که چقدر نقش خانما برجسته است، زنان از مزرعه تا به خانه، زمانی که یک مسئول زرع میشه، زمین آماده میشه، مسئول زرع میشه، تا زمان پروسس، بسته‌بندی، بازاریابی، حتی پخت و پس که مستقیم برای زنها ارتباط داره شامل هستند. و خصوص فعالیت های مالداری، اکثرا خانما فعالیت های مالداری را پیش میبرند در روستاها، خصوص در روستاها که فعالیت های مالداری بیشتر مساعد است. اونجا خانما هستند که از حیوانات مراقبت میکنند، لبنیات تهیه میکنند، پروسس میکنند، به بازار عرضه میکنند و از بعضی بخش های دیگه مالداری مثل پرورش مرغای تخمی و گوشتی، بزای شیری، زنبورداری، پرورش ماهی، پرورش بعضی حیوانات کوچک خانگی دیگه. بسیار خوب.
چه تسهیلات برای زنان در روستاها ایجاد شده؟ چنان شما در لابلای گفته هایتان هم یادآوری کردین از کار مرعی، چیزی کار مرعی و نامرعی، چیزی به نام کار مرعی و نامرعی در زنان، که کار نامرعی زنان بیشتر هست و تمام دنیا در تلاش این هست که کار نامرعی در زنان مرعی بسازه و بر از او حق و حقوق قائل شوه و او را جز عاید سرانه برای زنان به شمار بیاره. حالا چه تسهیلات بر زنان در روستاها ایجاد شده تا بتانند در کنار کار سنگین و پرمسئولیت خانه و فرزندداری بتانند در مزرعه هم مفید واقع بشن و باعث از این نشه که برشان کمرشکن واقع شود؟ بله، تشکر از سوالتون. فکر میکنم که در مجموع جامعه یا در مجموع افغانستان کارهای زیادی برای خانم‌ها به خصوص در روستاها صورت گرفته، ولی بازم بسنده نیست، چون نفوس روز به روز به اثر مهاجرت ها و ازدیاد تولدات و اینا نفوس بالا میره، نیاز به پلان گذاری و بودجه بیشتر است که باید اینجا کار شود. بخصوص اگر در قسمت وزارت زراعت اگر ما بخوایم صحبت کنم، که از طریق وزارت زراعت برنامه های متعدد زراعت و مالداری برای خانم ها، حتی برنامه صنایع دستی برای خانم ها طرح شده، تطبیق شده، فعلا هم در حالت تطبیق است. ما برنامه های بسیار وسیع داریم و برنامه هایی داریم که در بخش ایجاد مسئولیت غذایی بر خانواده ها کار میشه، برنامه های آموزشی داریم، آگاهی دهی داریم، برنامه های عایداتی داریم. برای از اینکه یک خانواده بتونه غذایش مسئول باشه، باید اقتصاد خوب داشته باشه. زمانی که اقتصاد خوب داشته باشه، نیاز به ایست که ما یک سلسله برنامه های عایداتی برای از اونا باید داشته باشیم که اونا بتونن که اقتصاد خود بهتر بسازن. حتی ما برنامه هایی داریم که در ختم پروگرام اینا باز به یک گروه تولیدی تبدیل میشن، که بالاخره به کوپراتیف های زراعتی تبدیل میشن، که اینا میتونن که مو فعالیت هایی که در پروژه داشتن بالاخره ایره به یک فعالیت تولیدی در بیارن و به شکل تجاری به بازار عرضه کنن، به معیارهای محلی و یا بعضی هم که آموزش های بهتر میبینن در خارج از کشور، اونا میتونن به معیارهای بسیار خوب ملی ای تولیدات خود داشته باشن، به بازار عرضه کنن، مردم از این مستفید شه و خودشان هم عاید بسیار خوب بگیرن. شما همچنان یادآوری کردین از بودجه ای که برای زنان ناکافی هست و ای باید به اندازه کافیش برسه. آیا فکر نمی‌کنین که 13 سال باید جذب می‌شد یا جلب می‌شد بودجه کافی برای زنان، تسهیلات برای زنان اعاده می‌شد تا اونا بتونن بیرون از خانه هم به راحتی کار بکنن؟ مثلا در قسمت تهیه جایگاهی برای بود و باش یا برای تغذیه و نگهداری کودکان زنان؟ بله، در قسمت جای بود و باش ما نمیتونیم صحبت کنیم، برای اینکه ما بخش ما زراعت و مالداری است. در قسمت تغذیه کود، ولی بالاخره جز تسهیلات است که برای زنان نیاز میشه. بله، باید میشد. فرمودیتون بسیار بجاست که باید احیا میشد. شاید هم از طریق مؤسسات بسیار کار شده، از طریق وزارت خانه‌های دیگه کار شده، به خصوص وزارت امور زنان، وزارت انکشاف دیات. زنان روستا آیا امروز جایی برای منو مهد کودک یا کودکستان دارن؟ متاسفانه زنان روستایی مشکلات اساسیشان همیست که اونا هم پرورش اطفال خود به عهده دارن و هم بیرون از منزل کار میکنن، ناگزیر هستن با خانواده خود هم نوا باشن. در کشت و زراعت، در مالداری باید دخیل باشن که بتونن عاید خوب داشته باشن تا پرورش اطفال خود به دوش دارن. چقدر سطح سوادشان بلند دفته در این 13 سال؟ چیزی که بسیار مهم است همیست که سواد کافی ندارن. خانمای روستایی سطح سوادشان تا اندازه بالا رفته، اما تا او سوادی که باید داشته باشن ندارن. یک سواد ابتدایی است. به طور مثال وقتی ما یک پروژه را برشان میگیریم یا یک برنامه را برشان میگیریم، در پالی ازی که بر از اونا آموزش مهارتی میتیم، ما از طریق وزارت معارف بخش سواد آموزیش ما پروگرام سواد آموزی رو بر از اونا تنظیم میکنیم که اونا بتانن سواد ابتدایی را بر ازی که بفهمن عاید ما چند است، مصرف ما چند شد، صورت حساب عاید مصرف خود بفهمن. بر از اونا ما آموزش میتیم، حسابداری را آموزش میتیم، بعضی آموزش های لازمی دیگر برشان میتیم که اونا همون تولیدی که میکنن به بازار عرضه میکنن همون صورت عاید مصرف. در کناری که به زنان آموزش داده میشه تا کار بکنن و درآمد داشته باشن، چه چیزهای برشان یاد داده میشه یا روشن میشه برشان که از عایدشان حراست بکنن و بدانن که عایدشان از خودشان است؟ زمانی که برنامه ها برای خانواده ها گرفته میشه، چون به شکل سازمان یافته است،
اگر خانواده ها خودشان خانما اشتراک میکنند در کار بیرون از منزل، عایدی که به دست میآید او به نام مرد او خانه است، به نام او زن نیست. زمانی که پروژه مستقیم میره بر خانواده ها گرفته میشه، به خصوص مشخص میسازه خانم خانواده را که شما در این پروگرام دخیل هستین یا این برنامه برای شما آمده، در او زمان خانم احساس مالکیت میکنه، اونا میفهمند که عاید بر ماست. بس ما در پالی ازی که برای از اونا روشنگری میکنیم که این عایدی که به دست میارین به چه شکلی رو به مصرف رسانین، چقدر به غذای اطفالتان، چقدر برای پرورشش، چقدر برای فامیلتان به مصرف رسانین، بس ما هم سیستم مشارکت خانواده را برشان زیادتر آموزش میدیم که اونا بتانند که امنوا با خانواده خود پول خود مصرف کنند، آید خود مصرف کنند. چون جامعه ما سنتی است، اکثرا اگر خانم بگوید که آید از مس و مرد بگوید از مس، باز اینجا یک قسم مواجه میشن. خیلی خوب، در دنیای زراعت کار زنان وسیع هست و فعال هستند تا جایی، یعنی نسبت به سالهای خیلی قبل ها را زنان، زنان روستا مخصوصا فعالتر هستن و دارن کار میکنن، ولی چطوری تولیدشان در بازارها مشهود نیست؟ چیزی که مهم است که باید بگویم که خانم ها از زمان های بسیار قبل با خانواده های خود، خصوصا با مردای فامیل مشترک زراعت پیش بردن. یگانه چیزی که فعالیت از اینا انعکاس داده نشده این بوده که ما میدیا را نداشتیم و بعضی ادارات را نداشتیم که این خانم ها را انعکاس به فعالیت هایشان که واقعا خانم ها کار میکنن. بعضی ولایات ما داریم که تمام فعالیت های زراعتی و مالداری از طریق خانم ها پیش میره، مثلا نورستان ما میتونم بگویم که تا 100% خانم ها کار زراعت و مالداری را پیش میبرن، و بعضی ولایت های دیگه ما اکثرا خانم هستن که کار میکنن و فعلا هم که برنامه ها برشان زیاد شده، پروژه ها زیاد شده، از طریق جامعه جهانی فند شده این پروژه ها. این جای خوشبختی است که رسانه ها هم دست هم نوا شدن با این خانم ها و این فعالیت هاشان انعکاس داده شده بر مردم که خانم ها هم یک بخشی از نظام اقتصادی کشور هستن. نظام اقتصاد خانواده را می سازن که بالاخره نظام اقتصاد جامعه تشکیل میشه. بسیار خوب، به بحث ادامه می دهیم ولی بعد از یک وقفه. با سلام مجدد، در برنامه زیربنا هستید روی موضوع روز جهانی زنان روستا که در سال 2008 تاریخ عبده اکتبر به عنوان روز جهانی زنان روستا اعلام شده بود و هفته گذشته این روز داشتیم و همچنان این بهانه هست که روی اقتصاد زنان روستا یا بزرگر حرف بزنیم. و در برنامه از بانو نظیره رحمان، رئیس اقتصاد خانواده در وزارت زراعت کشور خواستیم تا به برنامه تشریف بیارن. بانو رحمان، چقدر کار زنان در این 13 سال سیستم یافته شده و چقدر سیستماتیک کار میکنن، یعنی به شکل نهادی، انجمنی و گروهی کار میکنن تا کارشان حداقل از این راستا بشه مشهود شوه و انعکاس بیافه که این حجم کار از زنان هست، البته زنان روستا و در قسمت زراعت. اکثرا زنان روستا چون قبلا برشان آموزش ها داده نشده بود، اینا به شکل همون سیستم پراگنده و کارهایی میکردن که انعکاس داده نمیشد و عاید خانواده شامل نبود عایدشان. اگر بود هم انعکاس داده نمیشد. برای فعلا نظر به کارهایی که شده، نظر به گروپ هایی که ایجاد شده، گروپ های تولیدی، کوپراتیف های زنان، انجمن های زراعتی زنان، شوراهای زنان است که کار میکنند در بخش مالداری و زراعت، حتی صنایع دستی و بعضی فعالیت های دیگه که از منشی اصلیش زراعت و مالداری است، اینا فعالیت میکنند. فعلا به نظر من تقریبا 50% میتونم بگویم که خانم ها آموزش دیدن، خانم ها میتونن که یک تشکل تشکیل بدن و مصدر خدمت به جامعه شن. بسیار خوب، وضعیت اقتصادی زنان نسبت به سالهای نخست چقدر تغییر کرده؟ یعنی سطح فقر زنان چقدر صعود رفته یا به سمت نزول؟ به نظر من هنوز هم خانم ها بیشتر از مردا تحت خط فقر هستن، چون یک
قشر آسیب پذیر هستند خانم‌ها. اکثرا تحت باز هم که بگویم جامعه ما سنتی است، تحت اراده مرد فامیل هستند. باز هم در حدود 36% نفوس افغانستان که تحت خط فقر است میتونه که یک 20% خانم‌ها شامل باشند. بسیار خوب. با در نظر داشت فرهنگ زن ستیز و بسته در کشور، چه تسهیلات در زمینه اینکه زنان برن به سمت اشتغال بیشتر و مفیدیت بیشتر و سمت تولید برن، سهم در تولید برن ایجاد شده؟ یگانه علتی که زن ستیزی زیاد است و یا خشونت علیه زنها زیاد است، وابستگی اقتصادی زن است که زنای خانواده وابسته به اقتصاد یا آید درآمد شوهرشان است، یا از برادرشان است، یا از پدرشان است. در اون صورت هر قدر که خانم‌ها بتانند اشتغال داشته باشند، فعالیت‌های بیشتر در جامعه و اجتماع داشته باشند، همه قدر میتونند اینا مصدر خدمت شوند و اینا همو آزادی‌های لازمی خود بتانند برسند. در این 13 سال تجربه شماهایی که در راستای زنان بیشتر کار کردید، مخصوصا کار عملی که آیا از اون قشر اصلی و بیشتر جامعه که زنان روستا هستند و حداقل 80% زنان جامعه را تشکیل میتن، تجربه شما چه چیزی را امروز به نمایش میگذاره؟ آیا زنان روستا یا در مجموع زنان تنبل هستند؟ عادت تاریخیشان اجازه نمیده که برن به سمتی که خود کفا شوند و به اصطلاح از جیب شوهرهایشان دستشان بیرون بیایه، یا اینکه بهشان اجازه داده نمیشه؟ چون در طول تاریخ اینا بخصوص افغانستان زنها همیشه مقید به یک فرهنگی بودن که زن باید بیرون از منزل کار نکنه، یا زن نباید به کارهایی که کار مرد است کار نکنه. و نسبت اینمی بعضی حرفا یا سنت ها اینا نتونستن که همو کارهای لازمه یا فرصت هایی که برای زینا بوده از او استفاده کنن، تحصیلات خود بالا برن، آموزش های لازمه را بگیرن که مصدر خدمت شوند. این چیزایی است که مانع از فعالیت های زنا میشه. برای فعلا که جامعه تقریبا رو به بهبود است، فعالیت های صورت گرفته، خانما برشان آموزش ها داده شده. حال خانما به نظر من چیزی که من میبینم، خانما به هیچ وجه تنبل نیستن، به هیچ وجه متوقع هم نیستن که همیشه باید اینا رو مردا یا شبه باده کنن. یعنی فکر میکنین دوست دارن، علاقمند هستن که دوست دارن. بله، یک مثال زنده را ما میخوایم براتون بگویم که ما غیر از اینکه ما پروژه های متعدد در ولایات، در اکثر ولایات کشور داریم، در حدود 24 ولایت، ما فعالیت های زنها را مؤثر میبینیم، چون خانم های روستایی اکثرا در روستا علاقمند کار از بیرون هستن، بیرون از منزل کار میکنن، مالداری دارن. هیچ خانمی را ما ندیدیم که یک چند قطع مرغ تربیه نکنه در روستا. حتما یک فعالیت بیرون، یک عاید داره، در پالی عاید شوهر خود. ولی حتی در شارها، مناطق شهری و نیمه شهری، خانم ها علاقمند ازی هستند که فعالیت های باید داشته باشند. ما برای برنامه ایجاد مسئولیت غذایی ما باغچه های خانگی داریم برای خانم ها. وقتی که مراجعه میکنیم برای خانواده ها، میبینیم که بیشتر علاقمند هستند که وقتی باغچه خانگی را ایجاد میشه، مسئولشان رفع میشه، اینا علاقمند هستند که این مسئول چطور نگهداری کنن. نیاز به ایست که ما برشان پروسس به شکل خشک و تازه آموزش بدیم که اینا در 4 فصل بتونن از این مسئول استفاده کنن. حتی بیشتر وقتی تولیدشان بیشتر میشه، میتونن به بازار عرضه کنن این تولیده. به طور مثال ما یک فارم سبزی در حدود 80 جریب زمینه برای 80 خانم بیوه و بیوزاد که سرپرست فامیل خود هستن، برای از اونا توضیح کردیم. در این فارم دارلمان در کابل توضیح کردیم. خانما در سال اول وزارت همراهشان همکاری کرد، بعضی کمک های اولیه را ما برشان کردیم، از قبیل آماده ساختن زمین، تخمیانه، وسایل زراعتی در اختیارشان مدیم، آموزش برشان دادیم. سال اول و دوم ما همکاری کردیم. برای سال سوم خودشان این فعالیت ها را پیش بردن، از آیدی که به دست آوردن حتی جنراتور ها را خودشان تیل انداختن، زمین ها را
قلبه کردن، تراکتورها را تیل انداختن، آبیاری کردن، اینا به یک شکل به علاقمندی کار کردن که ما دانستیم یا را به سه گروپ تبدیل کنیم که یک گروپش تولید میکنه، یک گروپش پروسس میکنه، یک گروپ دیگهش مارکتینگ میکنه، پروسس شده همین محصولات پروسس شده را به شکل بسته‌بندی شده خام و پروسس شده به بازار عرضه میکنن. اینا بسیار به علاقمندی خوب کار میکنه. بسیار خوب، شما در لابلای حرفتون از اینکه طرحهایی روی دست دارین یا طرحهایی را پیاده کردین برای اینکه حمایت بکنه زنان به سمت رفتن به طرف تولید و سهمگیری در اقتصاد جامعه و خانواده، حکومت چه نقشی در کاریابی زنان بازی کرده تا امروز؟ تمام همه صحبت هایی که ما کردیم روی کاریابی خانم هاست. وقتی که ما فعالیت ها را برنامه ها را برای خانم ها میگیریم، مشخصا چه نقشی داشتن؟ نقش حکومت هم تکنیکی است هم مالی است. ما اکثرا پروژه های خود از طریق بودجه انکشافی به دست میاریم که میتونیم این پروژه ها را تطبیق کنیم. بعضا مؤسسات هم برای ما همکاری میکنه که پروژه ها را تطبیق میکنیم. فکر میکنم حکومت یعنی یگانه مرجعی است که باید این طرح ها را داشته باشه برای خانواده ها. بعدا مؤسساتی که همکاری میکنن اونا باید هم بشن. چقدر نقش دنیای خصوصی برای حمایت از زنان مثمر بوده و تانسته به زنان روستا که بازم تکرار میکنم 80% زنان این جامعه را شکل میدن چقدر مثمر واقع شده؟ مؤسسات خصوصی هم کار کردن، همراهشان همکاری میکنن، همراه خانم ها همکاری میکنن و باز هم نیاز به این است که دولت باید توجه بیشتر داشته باشه. یعنی به نحو حتی مؤسسات خصوصی انجوها باید از طریق دولت نظارت شوه کارهایشان که آیا واقعا برای رفاه آرامش زن روستایی کار میکنه یا برای خود. با اجرای برنامه های کاریابی به زنان آیا مشکل دسترسی زنان به شغل حل میشه فکر میکنه؟ فکر میکنم که این بستگی دو جهت است. یکی کسی که برنامه را میبره تطبیق میکنه، یکی که علاقمندی نشان میده برنامه را جذب میکنه و دوام میده. طور مثال وقتی ما یک پروژه را میبریم، به طور مثال ما یک پروژه پرورش مرغای تخمی و گوشتی داریم، وقتی پروژه را تطبیق میکنیم دیگه این بستگی به او خانما داره که چه علاقمندی دارن که پروژه را میتونن انکشاف بدن و سد بدن، تولیدات خود بالا ببرن، ایره با دیگه قریجات انتقال بتن، حتی دیگه مردم از این مستفید شه. این بستگی به علاقمندی خود خانما داره و بستگی به این داره که دولت هم برای آگاهی دهی این مسائل امرای زونا باید هم کار باشه. چقدر ناامنی توانسته که پروسه های پیشرفت زنان مخصوصا زنان روستا را جلوش بگیره؟ ما ناامنی شدیدتر را در روستاها شاهد هستیم تا شهرها، مخصوصا وجود گروه های مخالف و گروه های تندروی که علیه زنان کار میکنن. در اینجا ما موافق هستم که ناامنی های بیشتر ما نتانستیم، نسبت ناامنی های بیشتر ما بیشتر از ولایات فعالیت های خود شروع کنیم که علاقمندی زیاد نشان داده میشه از طریق مردم مراجعه میشه، ولی متاسفانه چون ولایات ناامن است ما نمیتونیم که برنامه ها را در اونجا تطبیق کنیم. اگر بتانیم هم در مراکز هم ولایات بسنده میکنیم، نمیتونیم که بر روستاهای دور یا قریجات دور بریم. ناامنی فیصدی زیادی از فعالیت ها را میتونه که تخریب کنه. بسیار خوب، برمان سوال اخیر فکر میکنم یک تا کنیم، در خیلی دیگه وقت بیشتر به برنامه نداریم. چه کار باید کرد که زنان از فقر بیرون بیاین و در بدل کارشان صاحب مزد شوند؟ چون این فکر میکنم که یک مشکل بنیادین هست که زنان به شدت کار میکنن ولی در بدل کارشان مزد به دست نمیارن اکثرا، البته کار نو کار نامرئی شد. چیزی که بیشتر باید سر از او توجه شوه ای است که برای کار خانما ارزش قائل شوند، دیگه دولت توجه بیشتر کنه، دیگه خانما باید آموزش داده شوند که حق آموزش دارن، برای از اینکه خانما تصمیم گیرنده هستند در خانه، خانما مادر خانه هستند، مدیران خانواده هستند و ناگفته نمانه که در تولید در نظام اقتصاد نقش بسیار مؤثر دارن و همچنان در تکامل جامعه نقش بسزایی دارن. از این لحاظ باید توجه بیشتر دولت و جامعه جهانی در این قسمت. ممنون شما بانو نظیره رحمان، رئیس اقتصاد خانواده در وزارت زراعت کشور که به برنامه تشریف آوردین. این بود برنامه زیربنای امروز که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می‌سپاریم. بدرود.